No. Mm -hmm. mm -hmm. نوبت رسید به آخرین گزارش از مجموع گزارش های آزادی ادیان خورداد ماه امسال بود که انتشار نتیجه یک مطالعه تصویر بسیار متفاوتی از باورها و عقاید جامعه ایرانی نسبت به گزارش های رسمی ارائه کرد نتیجه نظرسنجی گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان حکایت از تنوع عقاید در ایران داشت و رشد جمعیتی که به مذهب یا مکتبی باور ندارند فردی افشین نگاهی کرده به نتایج این نظرسنجی سراسری که از بیش از پنجاه هزار نفر از نسل ها و گروه های اجتماعی مختلف صورت گرفته بیش از 99 درصد مسلمان جمعیت ایران را تشکیل دادند این آمار رسمیه و گفته میشه در این بین بیش از 90 درصد شیعه هند اما نتیجه گزارش گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان ارائهگر تصویری کاملا متفاوته با استناد به این نظرسنجی تنها یکی از سه نفر ایرانی خود را مسلمان شیعه میدونند یکی از چهار نفر اصلا به مذهبی اعتقاد ندارند و در این بین 88 درصد خدا ناباورند 71 دهم درصد معنویت گرند و 58 دهم درصد ندانم گرا و بیش از 20 درصد باور و اعتقادشون نه به مذهبی و نه به مکتبی فلسفی نزدیکه البته سه نفر از چهار نفر ایرانی به نوعی به خدا اعتقاد دارند با این حال افراد معتقد به معاد و پاداش و جزای اخروی در اقلیتند در حدود سی درصد تنها یکی از چهار نفر به مفهوم معودگرایی باور دارند اینکه مردی ظهور کن و بشریت رو نجات بده و نزدیک به 20 درصد به هیچ کدام از اینهایی که شمردم اعتقاد ندارند با وجود گسترش ناباوری در بین جامعه به نظر میاد اغلب شرکت کنندگان در این نظرسنجی میگن در خانواده خدا باور بزرگ شدند شش از ده نفر میگن خانواده خدا باور مذهبی سه از ده نفر میگن در خانواده خدا باور غیر مذهبی و اونهایی که در خانواده های خدا ناباور و غیر مذهبی و حتی ضد مذهبی بزرگ شدند در اقلیتی کوچیکند اما در جامعه ای که در ظاهر مذهبی است چقدر از افراد از باورمندی به بی باوری رسیدند و برعکس در این گرافیک رنگ قرمز نشون میده چند درصد دینشون رو از دست دادند و رنگ آبی نشون میده چقدر از افراد باورشون تغییر نکرده به وضوح در بین نسل جوان افرادی که در دهه 20 سالگی خودشون قرار دارند بیش از نیمی افراد بیدین شدند همچنین روشنی که در افراد دارای تحصیلات دانشگاهی هم تقریبا به همین اندازه افراد از باورمندی به بیباوری رسیدند البته در کل 6 درصد از بیدینی به دینداری رسیدند و در همین حدود گرایش دینی افراد تغییر پیدا کرده اما این نوع نگاه به مذهب چه تغییری در نگرش سیاسی افراد ایجاد کرده اکثریت قابل توجه ایرانی ها میگن رابطه دین از سیاست باید جدا بشه نزدیک به 7 از ده نفر تنها کمی بیش از 14 درصد باور دارند قوانین باید منطبق با احکام دینی باشه اگر به نظرسنجی گمان استناد کنیم میشه باور کرد ایران جامعه بسیار متکثر از نظر باورهای مذهبی و فلسفی است و درصد قابل توجهی از ایرانیان خواستار جدای دین از سیاستند در کشوری با حاکمیت اقتدارگرای مذهبی که از معدود نقاط جهانه که روی برگردوندن از دین در اون با اشد مجازات روبروست ما نتیجه این مطالعات رو در اختیار ریچارد داوکینز گذاشتیم دانشمند و زیستشناس مشهور بریتانیایی که از پرآوازه ترین چهره های فعال در عرصه نقد دین و دینگرایی است. ریچارد داوکینز از خدا ناباوران است که برای دهه تلاش علمی خودش رو وقف در رد نظری های رایج آفرینش کرده و صاحب تعلیفات بسیاریه. از او در مورد یافته های گروه مطالعات ایران و رشد خدا ناباوری و بیباوری در ایران پرسیدیم و از اینکه آیا این آمار برای او غیر منتظره بوده؟ من شگفت زده نشدم چون برای مدتی بود که نشانه هایی را از ایران دریافت کرده بودم که رشد خدا و بیباوری را نشان میداد و برای همین خورسند کننده اما غیر منتظره نبود احتمالا دلیل این سوالی که مطرح کردید این است که در کشوری با یک رژیم اقتدارگرا و اسلامگرا دینگوریزی شجاعت بسیاری میخواهد بدون باور بودن شجاعت میخواهد برای همین به همه ایرانیانی که این شجاعت را نشان دادند عطای احترام میکنم به این دلیل می میگویم که بیباوری در ایران شجاعت میخواهد که خدا ناباوران با مجازاتی بی شدید روبرو خواهد خواهند بود به طب نسبت به این مسئله پنهانی عمل میکنند برای همین بنیاد ما کتاب های ما را به صورت آنلاین و قابل بارگذاری به صورت پی دی اف منتشر کرده نه به صورت چاپی چرا که اعمال محدودیت در فضای آنلاین سختتر از اعمال محدودیت بر نشران است با این وجود فکر نمی کنم کسی خارج از ایران بتواند راهی برای رهایی خدا و یا بی از محدودیت های حاکم پیدا کند با کسانی که به دلیل عقایدشان در ایران از سوی حاکمیت از سوی دیکتاتوری اسلامی سرکوب شدند بسیار همدلی می کنم اما من نمیدانم که چگونه می شود با این مشکل برخورد کرد این یک مسئله سیاسی است خب اساسا باید این حاکمیت را سرنگون کرد و البته سرنگونی رژیم بهترین اتفاقی است که می تواند در این رخ دهد اما تا آن موقعی که این اتفاق رخ بدهد نمیدانم که چه می شود کرد. همچنین از ریچارد داوکینز پرسیدیم که یک خدا ناباور کیست و آیا اینطور که برخی از باورمندان فکر می کنند افراد بی باور اخلاقگرانیستند؟ <applause> به قایت مزهک و مسخره است. تصور کنیم که حتما باید دیندار بود تا اخلاق گرا باشیم البته که اینطور نیست و من حتی عقیده دارم که کاملا برعکس است بسیار تحقیرآمیز است که فکر کنیم برای اخلاق گرا بودن باید از خدا حراسید خدا ناباوران که دلیلی نمی بینند شکلی از قدرت یا خرد ماورایی خالق هستی باشد و معنایی که آنها از زندگی درمییابد معنایی است که تک تک آنها برای خود آنها ایجاد می کنند اگر کسی برای یافتن معنا و مفهوم در زندگی به یک خدا یا یک قدرت ماورایی خودکامه در آسمان نیاز دارد برایش متاسفم در حال حاضر به خصوص در اروپای غربی و حتی در امریکا البته کمی با فاصله نسبت به اروپا آمار به روشنی نشان می‌دهد که خدا در حال گسترش است و مشخصا فکر میکنم و امیدوارم و با آماری که شما نشان دادید بی‌باری در ایران در حال رشد باشد و این خبر خوبی است و من به ایرانیان تبریک میگویم همراهان عزیز درود بر شما به برنامه خدا باوران از رادیو بی خدایان خوش آمدید من حسن فرامرز هستم میزبان شما در این برنامه که یک شنبه ها ساعت 22:30 به وقت ایران به طور زنده از صفحه فیسبوک خدا باوران پخش میشه ممنون که وقت میذارید و توجه میکنید اگه صفحه ما رو دنبال کنید یا درخواست دوستی با ما رو بدین فیسبوک شما رو در جریان شبنشینی های هفتگی ما قرار میده قبل از اینکه بریم سراغ سوال امشب اجازه میخوام دو جمله با مسلمانان فهاش و بی سواد و بزدلی که در کشورهای دموکراتیک زندگی می کنند صحبت کنم من از مسلمانانی که در دامان اسلام به دنیا اومدن و همونجا بزرگ شدن انتظار چندانی ندارم چون اونها غیر از روزه ملا چیز دیگری نشنیدن و چون نشنیدن پس نمیشه ازشون انتظار داشت دموکراسی و ارزشهای عصر جدید رو آنچنان که باید و شاید بفهمند و قدرش رو بدونند تقصیر اونها هم نیست البته چون برای اونها همه چیز از فیلتر سانسور ملا گذشته ملای بیوجدان هم نذاشته چیز زیادی به اونها برسه و یا اگه رسیده درست به دستشون برسه ملاهای بیوجدان همیشه مطالب رو تحریف میکنن میدن دست مردم دموکراسی یعنی فحشا تکامل یعنی میمون بیگ بنگ یعنی یه بنگ زد و یهو از هیچ فیسبوک ساخته شد که سراسر محمله و از فیلتر ملا گذشته ملا عمدن اینها رو اینجوری دستگاری میکنه تا امتش رو گیج کنه و فریب بده تا امتش حقیقت رو نفهمه اگه ملا به شما گفت برف سفیده باور نکنید برف تا حرفش ثابت نشده باور نکنید چون تار و پود ملا از دروغ بسته شده از دروغ و بی و بی شرافتی کسی که از تحمیق مردم نون میخوره اگه بی شرافت نیست پس چیست پس کسانی که تمام عمرشون رو در زیر نفوذ ملا زندگی کردن و اسیر دست ملا بودن عذرشون تا حدودی موجهه نمیشه خیلی از اونها ایراد گرفت به خاطر همین امشب طرف صحبت من اونها نیستند. امشب طرف صحبت من مسلمانان فهاش و بی سواد و بزدلی هستند که در دموکراسی زندگی می کنند و به گردش آزاد اطلاعات دسترسی دارند ولی کماکان طالب سفتند و طرفدار دیکتاتوری امشب میخوام بی پرده بی تعارف دو جمله خدمت این عزیزان فهاش عرض کنم و اون اینکه من هر وقت مسلمانی رو میبینم که در کشورهای دموکراتیک زندگی میکنه ولی کماکان طالب صفته و سنگ شریعت اسلامی رو به سینه میزنه یا سنگ هر دیکتاتور دیگری رو، یاد حکایت گاو مولوی میافتم در مصنوی که در بغداد با شکوه آن روزگاران زندگی میکرد. اما چون گاو بود، از اون همه شکوه بغداد جز پوست خربوزه چیزی نمیدید در بازارهای بغداد بدون توجه به اون همه شکوه و جلال شهر در لابلای آدم ها می گشت و از این سر بازار به اون سر بازار می رفت تا پوست خربزه ای چیزی پیدا کنه بخوره و شکمش رو سیر کنه یعنی تمام اش از اون تمدن بزرگ پوست خربوزه ای بود که باهاش شکم خودش رو سیر کنه عین شما پناهندگان مسلمانی که در کشورهای دموکراتیک زندگی میکنید، ولی کماکان اندیشه های طالبانی دارید و خواستار برقراری دیکتاتوری هستید شما همون گاوی هستید که از مزایای دموکراسی بهره مند میشید اما نمیفهمید دموکراسی یعنی چه حیف نان حیف پناهندگی حیف آلمان <applause> گاو در بغداد آید ناگهان بگذرد از این سران تا آن سران از همه عیش و خوشی ها و مزه او نبیند جز که قشر خربوزه و این حکایت گروهی از پناهندگان مسلمان است که در دموکراسی زندگی می کنند و از مواهب دموکراسی بهرهمند میشند ولی کماکان خلقوخوی طالبانی دارند و از دیکتاتوری حمایت میکنند او نبیند جز که قشر خربوزه حیف خربوزه و حیف گاو چون گاو بیچاره خار میخورد و خدمت میکند اما این طالب صفتان بیعقل نان دموکراسی رو میخورند اما مزاحم جامعه هستند حیف نان و حیف گاو عزیز که قربانی اینها شد اما بریم سراغ سوال امشب من میتونم علاوه بر این مسلمانان بی سواد و بزدل و فهاش و طالب صفتی که ذکر خیرشون رفت ده ها گروه تروریستی خطرناک و وحشی رو نام ببرم که همشون به یک کتاب استناد می کنند به همین قرآن مجید که چند هفته است در خدمتش هستیم از طالبان افغانستان گرفته تا طالبان قطری و طالبان پاکستانی و طالبان هندی و طالبان ایرانی و طالبان عربستانی و طالبان داعشی و طالبان بوکوهرامی و طالبان فیلیپینی و که بهش میگن ابو سیاف طالبان فلسطینی و طالبان مصری و طالبان شمال آفریقا و طالبان جنوب آفریقا و طالبان قطب شمال و طالبان قطب جنوب و طالبان امروزی و طالبان دیروزی و طالبان صدر اسلام که فرماندهیشون رو شخص حضرت رسول بر عهده داشت همه و همه به همین قرآن مبین استناد می کنند و خودشون رو پیرو همین کتاب می دونند و به نام همین کتاب آدم می کشند الله اکبر پس من میتونم این همه گروه های خطرناک رو نام ببرم که همگی به همین کتاب شما اقتدا میکنند حالا سوال من از شما مسلمانان عزیز اینه آیا شما میتونی یک گروه فقط یک گروه اسلامی رو نام ببری که با استناد صرف به همین کتاب مقدس یعنی همین قرآن مجید یه آفتابه یا یک سوزن چرخ خیاطی درست کرده باشه یک گروه فقط یک گروه اسلامی رو نام ببرید که با دانشی که از این کتاب مبین به دست آورده یک آفتابه یا یک سوزن چرخ خیاطی درست کرده باشه همین پاسخاتون رو میتونید در زیر همین برنامه بنویسید یا اگه دوست داشتید میتونید تشریف بیارین رو خط تا بیشتر صحبت کنیم لینک شرکت در برنامه رو در زیر همین برنامه گذاشتم اگه دوست داشتید هستم در خدمت شما اما بریم سراغ جایگاه زن در سوره نصاب چه جایگاه هولناکی وا ایلا من هیچ وقت فکر نمی کردم زن بودن در جوامع اسلامی اینقدر سخت باشه اما این قرآن مجید داره چشم و, چشم و گوش منو هم باز میکنه لطفا قرآن رو بخونید به فارسی بخونید تا بفهمید توش چی نوشته و روی آیاتش فکر کنید و با هم گفتگو و تبادل نظر کنید ببینید چی گفته از تجوید و ترتیل و تقدیسش نترسید فارسیش رو بخونید ببینید چی گفته بیچاره زنان مسلمانی که باید هر روز در این جایگاه کریه و ضد بشری که نویسندگان ریش و پشندار قرآن براشون تعیین کردن زندگی کنند و برای به دست آوردن ابتدایی ترین حق و حقوق انسانیشون با طالبان و طالب صفتان بی و بی سواد و بی عقل و خطرناک بجنگند. چه زجری کدوم خدای مهربان و عادلی همچین کاری با مردم خودش میکنه من درود میفرستم به زنان آگاه و شجاعی که حاضر نیستند حتی به قیمت جانشون از آزادی و از حق و حقوق انسانی و از جایگاه انسانی خودشون صرف نظر کنند درود بر شما اینکه آیا امروز دنیا با من و شما هست یا نه خیلی مهم نیست مهم اینه که من و شما با هم باشیم و از حق و حقوق انسانی یکدیگر دفاع کنیم دنیا وقتی ما رو جدی میگیره که ما خودمون خودمون رو جدی بگیریم دیگران رو ملامت کردن اشتباه است باید از خودمون شروع کنیم به قول قدیمی ها آقا آقا از داخل خونه در میاد <applause> هفته پیش رسیدیم به آیه هفتاد و شش که فرمود کسانی که حرفهای محمد رو ندیده و نشنیده باور می کنند یعنی بهش ایمان می و حاضرند ندیده و نشنیده شهادت بدند که محمد برحق است اشهد ان محمدا رسول الله اینها برای الله می جهاد فی سبیل الله می کند. دو نکته اینجا هست اول اینکه بر اساس همین آیه مؤمن کسی است که در جنگ های دینی شرکت می جهاد فی سبیل الله می کند یعنی چی یعنی پیروان محمد به خاطر دین با مردم می جنگند و از این بابت بسیار خوشحال و مفتخرند تو خود بخوان عمق فاجعه را نکته دوم این که باز بر اساس همین آیه مؤمن کسی است که ندیده و نشنیده حرف های محمد رو باور کرده و به الله ایمان آورده ندیده و نشنیده شهادت میده که محمد فرستاده الله است و ندیده و نشنیده حاضر به خاطر دینش جهاد کنه و آدم بکشه و کنیز بگیره ما ملکت ایمان کن برای خوشنودی الله البته آیا همچین دینی که همچین مؤمنین خطرناکی پرورش میده دین خطرناکی نیست این که میگم مؤمن کسی است که ندیده و نشنیده ادعاهای منصوب به محمد رو باور کرده به خاطر اینه که شما مسلمانان در اون غار نبودی. که ببینی جبرئیلی بوده یا نبوده و اگه بوده چی به محمد گفته بودی؟ نه ولی هر روز شهادت میدی که الهی نیست مگر الله و محمد رسول اوست یعنی چی؟ یعنی داری ندیده و نشنیده شهادت میدی شهادت نادرست و حاضری به خاطر همین شهادت نادرستت آدم بکشی و کشورت رو به خاک و خون بکشی اگر این شستشوی مغزی نیست پس چیست در همون آیه آیه 76 اعلام کرده که هر کس که حرفهای محمد را باور نمی کند یعنی مؤمن نمی شود. شیطان است و برای تاغوت می جنگد مؤمن برای الله می جنگد غیر مؤمن برای تاغوت می جنگد پیدا کنید پرتغال فروش را یعنی به منتقدین خودش برچسب زده تاغوت عین همین کاری که امروز می کنن. تو یهودی هستی انگار یهودی بودن جرمه تو نصارا هستی تو کافری جواب ندارند تهمت میزنند سواد ندارند فحش میدن عین پیغمبرشون هر کس حرف مرا باور نمی کند برای شیطان می جنگد خب با اونها چه کنیم؟ فقاتلو اولیاء الشیطان پس با اولیاء شیطان قتال کنید یعنی با هر کس که حرف مرا باور نکرد بجنگید فقاتلو پیغمبر صلح و صفا آیا حکیم ابوالقاسم فردوسی هم میتونست تنها در یک آیه چون این رزم با شکوهی رو به این روشنی و زیبایی به تصویر بکشه و موضع خودش رو در قبال خودی ها و ناخودی ها بیان کنه نه هر کس از من اطاعت کرد برای الله می جنگد هر کس از من اطاعت نکرد برای تاغوت می جنگد و شما باید با او قتال کنید و او را از میان بردارید جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم این که میگه مؤمن کسی است که برای الله میجنگد نه اینکه که میرود افلاطون میخواند و جهاد عقل میکند و ارزش های عصر جدید را یاد میگیرد نه شمشیر برمیدارد و سر میبرد سر مخالفین را کما اینکه بریدند و همچنان میبرند همانا کید شیطان ضعیف است آیه همون آیه آیه افتادو شش کید شیطان ضعیف است اگر ضعیف است پس چرا با 124 هزار پیغمبر و فرشته و انصار و مهاجر و مجاهد و ملا و طالب و داعشی هنوز که هنوزه نتونستی شکستش بدی چرا از پس شیطان بر نمی آی اگر کید شیطان ضعیف است البته اینو باید توضیح بدم که شیطان بیچاره هیچ وقت در هیچ جا ظاهر نشده تا حرفی بزنه و از خودش دفاع کنه تمام این داستان ها رو مؤمنین نوشتند و به شیطان بیچاره نسبت دادند شیطان خودش که چیزی نگفته تا ببینیم دردش چیه ولی با تمام این اوصاف شیطان کی گفته که مکاره و کید و مکر میکنه تو ثابت کن شیطان بیچاره یک کلمه حرف زده یک کلمه اگر کید و مکری در کار باشه از ناحیه شماست شما مسلمانان چون شما نوشتی که اللهتون مکاره مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین مکار معمولی هم نیست دا خیر الماکرین در حد لالیگا مسی ولی شیطان بیچاره کجا همچین ادعاهایی کرده که حالا تو بهش حمله میکنی که کید شیطان ضعیف است صد تا شیطان که باید بیان پیش شما ملاهای بیوجدان درس یاد بگیرن کدوم شیطان مرد حسابی گرفتی ما شیطان با همین شیطان فرضی میلیون ها نفر رو بدبخت کردن با همین شیطان فرضی حالا که صحبت به اینجا کشیده شد اجازه بدین خیلی سریع یه بار دیگه نگاهی بندازیم به این که این شیطان رجیم که ملاها باهاش پدر ما رو درآوردن از کجا آمده. شما اگه تورات رو بخونی میبینی که در ابتدای کار خدا همه کار است خدا هم خدای خیره هم خدای شر مثل همین الله هیچ برگی از درخت نمی افتد مگر به ازن او اما کم کم که علم و شناخت یهودی های قدیم از جهان بیشتر شد سوالاتی هم براشون پیش اومد که جوابی برای اون سوال ها نداشتند و این سوالات آزارشون میداد مثلا اونها نمیتونستن قبول کنن که خدایی که سرمنشأ خیره چطور ممکنه سرمنشأ شر هم باشه چطور ممکنه خدای بخشنده و مهربان به کودکان معصوم بیماری های لاعلاج بده و یا میلیون ها نفر رو در سیل و طوفان و زلزله و آتشفشان و قهطی و هزار جور بدبختی بکشه و از بین ببره یهودی <تصفح> های قدیم برای بسیاری از این سوالات جواب قانه کننده ای نداشتند خداشون هم کمکی نمیکرد و جوابی به اونها نمیداد همیشه ساکت بود مثل حالا عین الله خودمون تا اینکه حدوداً 2500 سال پیش بخشی از اون یهودی ها به اسارت گرفته شدند و به مناطقی از عراق و ایران امروزی کوچ داده شدند به امپراتوری ایران در ایران زرتشتی بود که اون یهودی ها پاسخی برای برخی از سوالات قدیمی خودشون پیدا کردند. زرتشتی های ایران معتقد بودند که دو نیرو در جهان هست نیروی خیر یا نیروی اهورا مزدا و نیروی شر یا نیروی ملا یا همون اهریمن و همیشه بین پیروان این دو نیرو جنگ و مبارزه در جریانه پس شری که در عالم هست از سوی خدای خیرخواه و مهربان نیست بلکه از سوی شیطان است و اصحابش و همین پاسخ نصف نیمه یهودی های مهاجر رو قانع کرد بعدها در روزگار کوروش کبیر گروهی از اونها به سرزمین اجدادیشون برگشتند و گروهی هم در ایران موندند که تا همین امروز هم هستند البته از تصدق سر دولت جمهوری اسلامی تعدادشون خیلی کم شده که شرماوره خیلی شرماوره که آدم همسایه و هموطن خودش رو که هزاران سال در کنارشون زندگی کرده از سرزمینشون بیرون کنه صرفاً به این خاطر که مسلمان نشدن. شرماوره نیست؟ و این توحش همش از تصدق سر همین کتابه. که همسایه و هموطن رو به جان هم انداخته. هر کس با من نیست یار شیطان است با اولیای شیطان بجنگید. اما به هر حال وقتی گروهی از یهودیان قدیم به وطنشون برگشتند چیزهایی رو که در ایران باستان یاد گرفته بودند با خودشون بردند. از جمله مفهوم شیطان رو و همین شیطان زرتشتی کم کم وارد بخش های متأخر تورات شد <تصفيق> <تصفيق> چون تورات همینجوری قلمبه از آسمان نیفتاده در طول قرون متمادی و توسط نویسندگان مختلف نوشته شده <applause> پس شیطان از ایران زرتشتی رفت به دین یهود از اونجا وارد مسیحیت شد و به اسلام رسید و دوباره به خود ما برگشت این بار در رکاب لشکر زفرنمون اسلام یا قبول کنید یا الله داند ما هم فکر کردیم چه خبره آیه هفتاد و هفت آیا ندیدی کسانی را که به آنها گفته شد البته مترجم حرف الله رو اصلاح کرده و در پرانتز اضافه کرده که در مکه به آنها گفته شد اما در متن اصلی هیچ اثری از مکه و مدینه نیست آیا ندیدی که سانی را که در مکه به آنها گفته شد فعلا دست از جهاد بدارید و, به نم و نماز بپادارید و زکات بپردازید اما آنها از این دستور ناراحت بودند که این رو هم مترجم اضافه کرده البته ولی هنگامی که در مدینه فرمان جهاد به آنها داده شد جمعی از آنان از مردم میترسیدند همان گونه که از الله میترسند بلکه بیشتر و گفتند پروردگارا چرا جهاد را بر ما مقرر داشتی چرا این فرمان را تا آینده نزدیک به تأخیر نینداختی به آنها بگو سرمایه زندگی دنیا ناچیز است و سرای آخرت برای کسی که از الله میترسد بهتر است و سرای آخرت برای کسی که از الله میترسد بهتر است یعنی چی؟ یعنی مرگ برای شما مسلمانان بهتر است تا زندگی تو خود بخوان حدیث مفصل را اینو من نگفتم ها قرآن گفته یک بار دیگه میخونم سرمایه زندگی دنیا ناچیز است و سرای آخرت برای کسی که از الله میترسد بهتر است مادر جان از الله بترسید و جهاد کنید زیرا که دنیا ناچیز است و مرگ برای شما بهتر است دنیای به این قشنگی ناچیز است اما هورالعین نادیدنی که هیچ اثری ازش در هیچ جا دیده نشده همه چیز است اگه شما واقعا از ته 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 دلت به همچین چیزی ایمان داشته باشی آیا جهادی نمیشی؟ شما رو به جان قرآن قسم آیا جهادی نمیشی؟ در این آیه آیه 77 که مترجم زحمتش رو کشیده و جای مکه و مدینه رو هم مشخص کرده یک حقیقت هولناک دیگری هم وجود داره که نمیشه بهش اشاره نکرد و اون تغییر حال و هوای آیات است از مکی به مدنی که در اینجا بهش اشاره شده منم ناچارم یه توضیح مختصری در بارش بدم طبق داستانهای تواریخ اسلامی محمد برای ده سال یا به قولی سیزده سال و یا به قولی پانزده سال در مکه بود بعدش به مدینه فرار کرد و ده سال هم اونجا بود حدیث هم داریم که فرار از سنن مرسلین است طبق همون منابع اسلامی تا زمانی که محمد در مکه بود فقط تبلیغ می کرد. یعنی دشنام می داد و داد و غال می کرد. و مردم رو از مجازات الهی در اون دنیا می ترساند. به نوعی خشونت کلامی مرتکب می شد. وای به حالتون اگه حرف مرا باور نکنید. سرب مزاب می ریزیم در حلقتان. که فقط در حد تهدید بود تهدیدات بدون شمشیر چرا چون حضرت رسول در مکه قدرتی نداشت که شمشیر بکشه و حکم صادر کنه ناچار بود به تهدیدات و توهینات و دشنامهای خشک و قالی بسنده کنه به آیاتی که با این مشخصات در مکه حادث شده میگن آیات مکی محمد یه ده پانزده سالی در مکه از همین حرفها زد اما کسی حرفش رو جدی نگرفت خیلی ها هم بهش خندیدند که دنیای به این قشنگی رو ول کرده چسبیده به آخرت بهش میگفتند اگه راست میگی که پس از مرگ زنده میشیم پس این مرده ها رو همین حالا زنده کن تا بهت ایمان بیاریم اما محمد نمیتونست جواب فامیلاش رو بده برای همین فهاشی میکرد عین همین مسلمانان امروزی البته بعضی از مسلمانان نه همشون چون اگه از حق نگذریم خیلی از مسلمانان از پیغمبر خودشون معدبتر و منصفترند اما به هر حال محمد اونقدر در مکه فهاشی کرد که قضیه بیخ پیدا کرد و خواستند ایشون رو بکشند ایشون هم در اون شب معروف از مکه گریخت و به مدینه رفت و در اونجا کمپ داعشی دایر کرد الله اکبر و از اونجا به بعد همه چیز عوض شد چون حالا دیگه قدرتش زیاد شده بود دیگه اون محمد مظلوم نمای مکه نبود حالا برای خودش فرماندهی شده بود عظیم و شن. فرمانده راهزنان منطقه البته و چون شمشیر دستش بود و از موضع قدرت حرف میزد ناگهان ماهیت آیاتش هم عوض شد و چهره تهاجمی تری به خودش گرفت که به این آیات میگن آیات مدنی که مرزهای خشونت رو جابجا کرده فقط کافی سوره توبه رو بخونید تا بفهمید داستان از چه قراره محمد ابن جریر تبری این قسمت رو به زیبایی تمام به تصویر کشیده که براتون میخونم تبری نوشته البته این ترجمه فارسیش هست که اینقدر زیباست حالا اصل کلامش چقدر زیباست دیگه اونو باید اهل فن نظر بدن اما ترجمهش که بسیار زیباست ایشون نوشته چون پیغمبر علیه السلام از مکه برفت مکیان گفتند که ما برستیم یعنی اهل مکه خوشحال شدند که ایشون بالاخره شرش رو کم کرده و رفته چرا چون محمد به خدایان قوم خودش و به اجداد خودش توهین میکرد و به اونها دشنامهای آنچنانی میداد عین همین فهاشان بی سواد و بزدل امروزی که جواب ندارند فحش میدن عین محمد که به عموی خودش میگفت ابو جل به ابوالحکم حکم پدر حکمت ها میگفت ابو جل یا به اون یکی اموی خودش گفته تبت یدا ابی لحبن و تب بریده با دستان ابو لحب کسی که به عموها و به زن اموهای خودش رحم نمیکنه دیگه چه انتظاری ازش داریم برای همین وقتی از مکه رفت مردم خوشحال شدند آیا تبری گفت چون محمد برفت مکیان پشتش ارتش روان کردند؟ نه آیا گفت اموالش رو غارت کردند؟ نه آیا گفت زن و بچهش رو به بردگی بردند؟ نه گفت خوشحال شدند که رفته و فتنه خوابیده مکیان گفتند که ما برستیم اینو که من ننوشتم اینو مورخ تراز اول اسلام نوشته تبری <تصفح> <تصفح> چون پیغمبر علیه السلام از مکه برفت، مکیان گفتند که ما برستیم و پیغمبر علیه السلام نگذاشت که ایشان بیاسودندی و خدای از وجل او را بر غزو دست گشاده کرد و جهاد فرمود و چون به مدینه آمد آیت فرستاد و گفت اختل المشرکین حیث و وجد و روهم. یعنی مشرکان را هر کجا یافتید بکشید و به محاصره درآورید و دیگر فرمود یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین ای پیامبر با کفار و منافقین جهاد کن کفار یعنی هر کس حرف منو باور نکرد منافقین یعنی هر کس حرف منو باور کرد اما بهش عمل نکرد یعنی میشه تقریبا تمام مردم دنیا با همه جهاد کن و آیت های جهاد فرستاد و آیت های احتمال و صبر منسوخ کرد آیت های احتمال و صبر منسوخ کرد احتمال یعنی تحمل به قول امروزی ها یعنی همزیستی مسالمت آمیز میفرماید محمد به محض اینکه به مدینه رسید و کمپ طالبانی دایر کرد تمام آیات مکی خودش رو که در باب صبر و تحمل و همزیستی مسالمت آمیز بود که تعدادشون زیاد نبود البته همه رو منسوخ کرد و شروع کرد به نشر آیات مدنی یعنی همین آیات جنگ و جهاد این ناسخ است اون منسوخ یعنی چی؟ یعنی الله هم نظرش رو عوض میکنه و آیت های جهاد فرستاد و آیت های احتمال و صبر منسوخ کرد و پیغمبر علیه السلام هم در آن سال هجرت لشکر از مدینه فرستاد و راه ها بگرفت تا کاروان همی شکستند و همی بردند بحبه. بح. چقدر زیبا نوشته واقعا یعنی چی یعنی حضرت رسول و اصحابش دزد و راهزن و غارتگر کاروانهای تجاری بودند گردنگیر گیر بودند چه شغل شریفی لشکر از مدینه فرستاد و راهها بگرفت تا کاروان همی شکستند و همی بردند و صبر و آرام و قرار از مکیان بشد و کس از مکه سر بیرون نتفانست کردن و به هیچ راه کاروان نیارست رفتن مکیان تاجر بودن دیگه باید سفر میکردن اما به خاطر ترس از طالبان محمد دیگه کسی جرأت نمیکرد از مکه بره بیرون یعنی چی؟ اگه گفتین یعنی چی؟ یعنی حضرت رسول در وسط سهاری داغ حجاز یک شهر رو با تمام ساکنانش محاصره اقتصادی کرده برای چندین سال تا زمان فتح مکه یعنی شهر زادگاه خودش رو محاصره اقتصادی کرده یعنی همون بلای شعب ابی طالب رو بر تمام ساکنان و باشندگان مکه تحمیل کرده برای چندین سال پیغمبر صلح و صفا <تصفيق> <تصفيق> بعد خودش هم میگه جزاء و سیعتن سیعتن مثلها خب این مثل اون بود اونا یه گروه رو در شعه بعبی طالب کرده بودن ایشون کل شهر رو معاصر اقتصادی کرده شهر زادگاه خودش رو و کس از مکه سر بیرون نتوانست کردن و به هیچ راه کار و نیارست رفتن و پیغمبر علیه السلام بسیار غزف ها کرد بعضی به تن خیش و بعضی لشکر فرستاد از یاران خیش از مهاجر و انصار تا دیگر سال غزوه بدر کردند یعنی جنگ بدر بعد از این همه غارت ها و چپاول های محمدی صورت گرفته چون جنگ بدر در سال دوم هجری بوده به قول تبری دیگر سال حالا مالکشان هی بگن محمد جنگ های دفاعی میکرد غیر از اهد و خندق که در خندق اصلا جنگی صورت نگرفت آیا شما میتونی یه جنگ پیدا کنی که محمد داشت از خودش دفاع میکرد یه جنگ ایشون در عرض ده سال نزدیک به هشتاد تا جنگ کرده که از این جهت رکورددار اسمش باید در کتاب گینس ثبت بشه هیچ ابرقدرتی اشتاد تا جنگ در ده سال نکرده ولی ایشون کرده و در تمام اون جنگ ها به غیر از احد و خندخ که داستانشون فرق میکنه ایشون آغازگر جنگ بوده نه دیگران یعنی ایشون جنگ های تهاجمی میکرده نه تدافعی جهاد می کرده. خودش هم که نوشته دیگه جهاد فی سبیل الله یعنی به نام الله خروج می کردند و مال و منال و زن و بچه مردم رو به غنیمت می گرفتند شخص رسول الله و اصحابش طبق داستانهای اسلامی البته چون ما هنوز مدرکی نداریم که قبول کنیم و قانع بشیم که محمد با این توصیفات وجود داشته اما برال طبق این داستانهای اسلامی نکته دیگری که اینجا هست اینه که وقتی محمد از مکه گریخت مکیان اونقدر با مرام بودند که حتی اموال مسلمانان رو هم مصادره نکردند برخلاف محمد و طالبانش که با بیشرمی اموال و حتی زن و بچه مخالفینشون رو هم مصادره می کردن. اما مکیان این کارها رو نکردند یا حداقل به طور سازمان یافته این کارها رو نکردند حالا ممکنه تک و تک در این گوشه کنارها یه نفر یه کارهایی کرده باشه در هر جامعه همه جور آدم هست اما در دستورالعمل مکیان چون این چیزهایی مشاهده نمیشه پس درود به شرف مشرکین مکه که مرام داشتند و به مال و منال و زن و بچه مسلمانان دست درازی نمی کردند یه جوری زندگی کردند که حتی مورخین مسلمان هم نتونستند چیز خاصی بر علیه اونها پیدا کنند و خود همین مورخین مسلمان نوشتند که حضرت رسول در جریان هجرت به مدینه اموال خودش رو در مکه سپرده بود دست عقیل و عقیل هم همه رو فروخت و پولش رو نوش جان کرد یعنی اینها خودشون سر خودشون کلا میذاشتن نه مشرکین مشرکین جاهل بودن مشترکین چه جاهلی بودند که این همه مرام داشتن مشتی جاهل بودن خجالت هم نمی کشن. بسیار خوب اگه دوستان میخوان تشریف بیارن رو خط بنده از همین لحظه هستم در خدمت شما اجازه بدید من یه سری بزنم ببینم دنیا دسته کیه. اگه کسی میخواد تشریف بیاره رو خدمت ما هستیم در خدمت شما. <applause> بسیار خوب. پس وعده ما یک شنبه آینده همین ساعت. همینجا مواظب خودتون باشید و اگه براتون مقدوره لطفا برنامه ها رو به اشتراک بذارین مصرف کننده صرف نباشید لطفا در روشنگری مشارکت کنید تشکر می‌کنم بزرگترین صدمه ای که مذهب به مغز آدم وارد میکند حماقت در واقع عدم قبول کازالیتی خدمت شما ارز کردم یعنی آدم مذهبی عقلش رو از دست میده گمان میکند که ممکن است بدون جهت هم یه حادثه ای وقوع بپیوند ببینیم خدا چی میخواد حالا ببینیم چی میخواد یعنی قوت استدلال رو از انسان سرد میکنه به همین جهت هم هست هر جا که عقل پیشرفت می کند دین عقل نشینی می هر جا که خرد حاکم می شود، این خرافات دین دست و پاشو جمع میکنه. آدم دینی به معجزه اعتقاد داره به جهت اینکه خرب شده عقلش کار نمیکنه. اگر که بفهمد که بایستی یک علتی باشد برای هر عملی و هر چیزی در واقع هر حرکتی هر واقع اتفاق مفتد معلول یک منتظر است که یک چیزی اتفاق مفتد بدون علت برویم امام زاده دلمون درد بکنه دلمون خوب شود مثلا آقا مرد حسابی آقا این عربی بوده مرده حالا غیر عرب هم باشه فرق کنه این مردی بوده از اون سو آمده انسان بوده مرده اینکه بعد از مرگش دیگه به قول معروف عزم رمیم او استخوان های خاک شده او که بیمارستان سوسط تخت خوابی نیست که حالا دل خوب بکنه چون عقلش از دستش رفته جامعه وقتی منحرف شود این نوع هم حاکم میشه هر چه جامعه بیچاره بشود خرافاتی تر هم میشود مثل جامعه خود ما شما نگاه کنید پیشانی های این چیزهای رژیم رو نگاه کنید این مگه این همون مسلمان های قدیم نیستن مگه این همون آدم های ایرانی نیستن که ما می در اون روزگار که مینی جوب می پوشیدن و نمی دونم دیسکو ها عجب شلوغ بود پس چه شد این مهر لعین امروز آمده دولتی داشته ایران از مسلمانان شما بیایید آقا اکسای قدیم رو بیاد ببینیم که از این نعل اصلا به پیشانیش هست در این سی سال به انحطاط رفته این جامعه و عرض کنن که ما هم هر آدمی منفعت جو هست ببینیم باد از کنون طرف میاد حالا باد از این سوست که اینا آخوندن اینجا دوست دارن سیاه میکنی فردا گفتن که مثلا کت شلوار بپوشید کتتون رو تو شلوارتون میکنی اگه تا زمانی که بتوانید زندگی کنیم چیز خوبی خواهد بود باری این صدمه دین اولین صدمهش به عقل انسانه و قوت استدلال و اینکه گمان میکند که بدون دلیل هم اتفاق ممکن است در این جهان بیفتد. خدا رحم کرده است به همه جهان که در اروپای یه هوشیار و هوشمند پیدا شدند راه کشف رو برای آدم ها باز کردن اگر ما همه الان سوار اولاغ بودیم یعنی سوار اولاغ می مکه وسط را میمردیم. سال اون و را می یا اصحال می گرفتیم در گزای اونسو می گرفتن کشتن سرمون نمی بوریدن و سخوت دوست بخوردیم یک ابداع اختراع توسط مسلمانان شده به من, من نشون بدید یکیش رو یه یکی دونش رو به من نشون بدید، من همه حرفامو از این حد ده سی سال سال گذشته که حرف پس میگیرم نشده که تفاوت چیست حکمت عقلی حاکم نبوده تجربه گرایی نبوده همش داستان خرافات و مزخرفات بوده یعنی شما کتاب هایی که در این به زبان عربی و فارسی در موضوع خرافات و تفسیر قرآن و نمیدونم این داستان ها نوشته جمع کنید پنجاه تا کامیون اینا رو حمله میکنه یک کتاب درست حسابی در هندسه ما ننوشتیم اقلیدوس ترجمه میکردیم به جهت همین خرافات بوده در واقع جنبشی هم که قرن سوم و چهارم شد بر اثر همین تاثیر یونانی ها و هندی ها و یه چیز هم خودمان داشتیم در پزشکی و نجوم و اینها داشت به موجود می آمد اینها هم آخوندها در درش بس در معرفت رو بستن گفتن اینا کفار هم. اینا یونانی گراه هستن اینها عرض کنم که طریقه عرض شبت که چیز رو دردار رو رها کردند، اینها مقداد رو ول کرده چسبیدن به عرستو اینا کافر اصلا تکفیرشون کردن اینا خدا به ما رحم کرده که اون عرض که سردار همون عرب رفیقمون در شمال اسپانیا شکست خورد در اون جنگ مشهور بطلاف تورس وگرنه اروپا رو خراب کرده بودن امروز این باش اونجا بودن چشمای زاق آخوندها هر شما که شلاق به دستشون دنیا هم در ادبار بدبختی حتما سیر میکرد هنوز ما دانشگاه نداریم ما مسلمی یک میلیارد و نمیدونم سه میلیارد دو میلیارد نمیدونم چه تعداد مسلمی چه هستن 600 تا دانشگاه دارن آقا 600 تا یه هند بو هندو با تقریبا 800 میلیون نفر بیشتر از 7000 تا دانشگاه داره همه مسلمانان جهان 600 تا دانشگاه بیهوده دارن دانشگاه بیهوده دانشگاه عقیم هیچی هم تولید نکرده خب باری این مطلب که عرض کردم البته بر اروپا هم حاکم بوده این گردن کلفت های مفخور کشیش که هنوز هم هستن تو این تلویزیون ها دارن نشک خرافات میکنن و مردم رو را راحت نمیگذارن و آدم های دردمند بیچاره بدبخت روانی هم هست که به اینها یک پولی بدهد اینا بخورن گردن رو کلفتر بکنن اینا هستن هنوز اینا حاکم شده بودن هر کس حرفی میزد یا رو میگرفتم یا وردنش اونجا عقاید در همین ایتالیا روم می نشستن این از کنم که قضات دادگاه همون شهر این انجیل رو هم میذاشتن میگفتن حرف تو با این انجیل خانایی نداره ما می میخواد تو رو آتش بزنی هرسی برای کفر همین کاری که با گالیله کردن و موضوع بحث آینده ما خواهد بود اینها بیشتر از 6500 دانشمند که اینا ممکن بود راهی به گشایند اینا رو آتش زدن کشتن به چاه انداختند که هیچ کس چیزی نگوید که دکان اینا به هم بخور موضوع دوستان سر خدا نیست موضوع سر زر است و زور و سلام این, موضوع تاریخ بوده زر و زور کنترل کنترل جامعه تا ما میرسیم به ارز کنم که دوره رنسانس که در واقع یک ارز که با دوران کشف توان بوده و فرهنگ های دیگر و کتاب های دیگر و یک جنب و جوشی باسازی از هنر و باسازی از ادبیات و به همراه توجه به انسان هیومانیسم اومانیسم خیلی مهم بوده توجه به انسان و دردهای انسان و حقوق انسان اینها شروع شده مطرح شدن و بزرگترین داستان بزرگترین داستان علم و داستان گیتی و تاریخ علم این سیستم منظومه شمسی بوده سیستم منظومه شمسی که این کتاب های قدیمی که همه رو این آخوندها نوشن آدم های بیعقل همه گفته بودن که نه خیر این ارز کنم این کوها میخ زمین هستن این زمین هم مرکز جهان هست نگاه کرده بودن یونانیا چی میگوین اینها دیدن که یک آدمی پیدا شده به نام بطلمیوس طالمی گفته است که بله این زمین مرکز هست و مثل پوسته های پیاز این, این کرات که ما میبینیم در وزن روی این پوسته های پیاز هستن و این به هم این بزرگترین داستان زندگی بوده چون همه آزم ها دنبال خدا جستجوگر کشف رموز و پیچی دیگه طبیعت به این آسمانه نگاه میکردن اینا آمادم اینا رو گفته بودن قافل از که همش دروغه و در به خدا منتصب کرده بودن چه خدایی که نمیداند در این منظومه شمسی چه خبر هست بنابراین اثبات این که این کتاب ها دروغگو بودن و دروغ نوشتن و اینها کار ما بعد و طبیعه و نیروی نیروهای ماوراء نیست این بزرگترین گام در روشن فکری بوده است و کش بزرگترین ضربه در واقع ضربه مهلک رو این ستن وارد کردن بر پیکر کلیسا عرض میکنم که کوپرنیک بود است، کپلر و گالیله و گالیله‌ای، گالیله، گالیله قهرمان روشنفکری است، بنیانگذار علم جدید، ریاضیات و فیزیک و این سه مرد بزرگ قهرمانان روشنفکری هستند. که اندکی بعدتر قهرمانان دیگر هم پیدا می شوند، آقای اسحاق نیوتن و جان لاک اینها که کسانی بودن که جهان رو به اینجا رساندن اینها آدم های کلیدی هستن هزاران هزار کشف شده است هزاران هزار اختراع به سفر رسیده است اما این کشفیاتی که این سه کردند کردن ضربه مهلکی بوده است بر پیکر خرافات دینی و اینکه انسان در این کره خاکی تنهاست این هم یک ذره ای از این ذرات و این مرکز جهان هستی نیست با،, با, کشفیات نجومی معلوم شد که این تشکیلات ما یک ذره ناچیزی است در کنار یک کهکشانی که راه شیری میگویند و امروز حدود 300 تا 400 بیلیون کهکشان فقط در شده است که هر کهکشان بیلیون بیلیون ستاره ها دارد معلوم شد که اینا چقدر کوتاه بین بودند و نزدیک بین بودن و کجبین بودند. و این کتابا کار خدا و نمیدن. ما بابد و طبیعی نیست اینا که اینا اهمیت دارن این سه چهار تن اهمیتشون برین هست و کشف بزرگ البته چون همه عقل روزمره به ما میگفت که خورشید طلوع میکنه و غروب میکنه خب ما داریم میبینیم آقا هر کس میگه آقا این این حرکت میکنه این یکی حرکت میکنه خندید آقا مرد است، من خودم میبینم هر روز ما با, با میشیم خورشید داره طلوع میکنه حرکت میکنه میاد یکی از علمای شیعه هم به ما گزارش میکنند که حضرت علی بن ابی طالب فراموش کردند نماز ظهرشون رو بخونن خورشید هم رفته بود نگاه کردم به خورشید خورشید برگشت خورشید برگشت آمد ساعت دوازد. مولا علی نمازشون خوندن دور خورشید رفت این معجزه است معجزه مؤثر نیست عرض کردم برای معجزه ما هیچ شاهد عینی نداریم که معجزه شده باشه یعنی قوانین طبیعت یک جا ساقط شده باشد که یک مرتبه ما عصا بیاندازیم اجدها بشه تو اجدها که هست حالا چه لازم ما عصا رو بندازیم اجدها بشه یا مثلا یکی سوار الاغ بشود و ناگهان الاغ جاتن بکنند و راه کهکشان ها رو بگیرد اینا سخنان باطلی هست اینا مربوط هست به آدم های کم که این چیزها رو باور میکنن اگر کسی عقل داشته باشه حساب این رو بکنه که آقا برای اینکه الاغ از جا بلند بشه نیروی میخواد این نیرو را اولاق از کجا آورده بده و تعالی درست کرد شما نمیدونید نیروی تبارک و تعالی رو شما نشناخت همون کسی که شما رو ایجاد کرده است این کارو کرده خب بیا جواب آقا رو باری خدا هم چیکار نمیکنه یعنی دستگاه پر عظمت عظمت که چرس کنم خدا به خاطر یک نفر و یه نمیدونم مسیحی و یهودی و یه اینا قوانینش به هم نمیخوره یک مرتبه ببینیم آب سر بالا میده میسر نیست چنین چیزی امکان ندارد چنین چیزی خدمت شما عرض کردم که ضد سم برای خرافات تا اون جایی که من فهمیدم دو علم هست یکی فلسفه است و یکی نجوم یک اندکی ما نجوم نگاه کنیم به همین از کنم تس... تصاویری که ناسا و یک کمی ادبیات نجومی رو نگاه کنیم رفته رفته ممکن است که از شر سخنان مجلسی حداقل اینها راحت بشوید